عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همینان عزیزم. آقای امیر درخشان برنامه رو هدایت میکنن. من خیلی سپاسگزارم از همه مراحم شما. بار گذشته گفتگوی داشتیم با آقای حشمت رئیسی از رهبران چپ جنبش کارگری در صنایع نفت ایران، خاطراتشون رو برای ما بازگو کردن، ما رو بردن به دوران پیش از انقلاب. جالبی که آشنا بشیم با یک شخصیت کارگری در اون روزگار که گرایشات چپ پیدا کرد و کتابخوان بود از همون دوران کودکی، اونم به انگیزه تشویق‌های پدر، و آشنا شدیم با محیطی که او در زندگی میکنه. یک خانواده کارگری، فکر میکنم پرجمعیت، آره میشه گفت پرجمعیت. آقای رئیسی درود بر شما. درود بر شما آقای میبودی عزیز و همکاران عزیز و بینندگان و شنوندگان. خسته نباشید. گرانقدرتون. خب. سپاسگزارم. ما پس میدونیم که شما کارگر پالایشگاه نفت بودید، در تهران زندگی میکردید، قبلش آقا جاری بودید، پدرتون نسل اول از کارگران صنایع نفت بود در دوره انگلیس ها، که البته اون زمان کارگران رضایتی نداشتن از کار در صنایع نفت، وضعیت چندان خوبی نداشتن. میخوام ببینم که در دوران شما، یعنی در دوره که شما حالا به صنایع نفت ایران پیوستید و خلعیت شده بود از انگلیس ها، وضع بهتر شد وضع شما؟ بله. فکر میکنم یک رابطه مستقیمی این سوال شما با وضعیت کلی اقتصاد کشور داره. بله. من فکر میکنم که اگر نگاهی بندازیم به اصطلاح به آمارها، بله، درآمد سرانه کشور به اصطلاح در سالهای 42 به بعد به سرعت شروع میکنه بهبود پیدا کردن. بله، میرسه تا 2400 دلار. به خاطر همین من میگم که انقلاب سفید یک انقلاب واقعی بود، رفرم نبود به اعتقاد من. چرا یه انقلاب واقعی بود؟ برای اینکه انقلاب به اصطلاح انقلاب سیاسی داریم، جا به جای قدرت سیاسی صورت میگیره. من فکر میکنم انقلاب مشروطیت رو توی این ردیف من میذارم، جا به جای قدرت، نه کمپلت و خیلی چیز، یک به انقلاب سیاسی بیشتر، حقوقی سیاسی معنی کنم. انقلاب بهمن، انقلاب سال 42 یک انقلاب اجتماعی هست واقعی، یعنی انقلاب اجتماعی یعنی که طبقات اجتماعی جا به جا میشن. یعنی اینکه طبقه مسلط، طبقه زمیندار مسلط و فئودال از اریکه قدرت به زیر کشیده میشن و اینجا به تدریج طبقه سرمایه‌دار مدرن و بخصوص صنعتی اینجا خیز برمی‌دارن و میرن بالا. یعنی پس بنابراین ما با یه چه لحن تحسین‌آمیزی دارید. میخوام ببینم که اون زمان هم همین نگاه رو داشتید به انقلاب سفید یا نه امروز به این نتیجه رسیدید؟ اون زمان که قاعدتا مخالف بودید، نیست؟ مخالف انقلاب سفید؟ نه، این شکل من نمیتونم بگم. من اتفاقا در همون دوران به صلاحی امکان رو داشتم که کتابهای مختلف خارج کشور رو بخونم، بخصوص نشریات حزب توده به دستم میرسید، مجله دنیا به دستم میرسید. بعد اونجا دیدم که دو دیدگاه هست. یه دیدگاه هست که ایرج اسکندری اون رو نمایندگی میکرد که نزدیک 10 سال دبیر اول حزب توده بود یا بیشتر، نوشته هاش هم موجوده تو مجله دنیا. ایشون از انقلاب سفید دفاع میکرد. بعد ولی جناح کیانوری از همون موقع هم برید تو نوشته هاشون نگاه بکنی، میبینید که به اصطلاح تمایل به خمینی دارم. درست. این دوتا خط رو تو حزب توده کاملا میتونستید ببینید. پس شما طرفدار کیانوری بودید اون زمان؟ یعنی ما اون موقع واقعا من شخصا طرفدار اسکندری بودم، چون اون موقع کیانوری عنصر شناخته شده ای به مقیاس بزرگ نبود.
ایرج اسکندری در همه جا شناخته شد، هم در مقیاس بین المللی هم در داخل. هم اتفاقا تمام توده های قدیمی همه اسکندری رو قبول داشتن. این دو دیدگاه وجود داشت، گرچه اسکندری به اون جنبه های به اصطلاح ناپیگیر انقلاب سفید ایراد میگرفت، نقد میکرد، و به همین دلیل هم بر اساس این دیدگاه بود که در استراتژی سیاسی ایرج اسکندری برای نخستین بار جبهه واحد ضد دیکتاتوری رو مطرح کرد. سرنگونی نظام رو مطرح نمی کرد. یعنی که شاه حکومت کند، سلطنت کند، حکومت نکند. خب یعنی بازگشت به اون پدیده‌ای که انقلاب مشروطیت روش تاکید داشت. ولی شما می‌خواستید شاه بره، ولی خود شما که علاقه داشتی شاه بره. این مراحل بعدی است. مراحل بعدی دارید شما میگی سال 42، چون خیلی پیدا دچار تغییرات سریع میشن. به همین دلیل من اگر بخوام به اصطلاح این پدیده رو دنبال بکنم، میبینم که انقلاب سفید یه دگرگونی عظیمی به وجود آورد. سال 42 در آمد سرانه ایران بسیار کم بود، سر $30 بود. درست. نصف ترکیه بود، یعنی ترکیه 2.5 برابر بیشتر بود. درست. عراق 5 برابر بیشتر از ایران بود. آمریکا 20 برابر بود. خب درآمد سرانه رو وقتی نگاه میکنی میبینی که علت چی بوده که این کشور بیروز افتاده. چیزی جز مسئله به اصطلاح ساختار فئودالی نظام نبوده، و به همین دلیل نقطه کانونی ستیز رو باید سال 42 ببینیم که بین طرفداران فئودالیسم، نظام بسته قبلی و نظام و حامیان روحانیشون. خمینی از این نیرو حمایت میکرد، و به همین دلیل اون مسائل احساسی رو که برانگیخت در مورد زنام که خودش بخشی بود، یا در مورد قسم به کتاب‌های به اصطلاح غیر از قرآن که روی احساسات مذهبی مردم بخواست سرمایه گذاری کنه، یا روی کاپیتالیسیون خیلی مکس کرد، این ملیگرایان استعمار ستیز رو از این طریق چیکار کرد؟ جذب کرد، این طرفداران جبهه ملی رو و نهضت آزادی رو. خب بله، به همین دلیل من وقتی که نگاه میکنم از سال 42 تا 57 در آمد سرانه کشور، حتی اگر تقسیم عادلانه هم که صورت نمیگرفت، در روستاها $130 هم نمیگرفتن در سال، به مراتب پایین تر بود، و روستاها وضع فلاکتباری داشت، واقعا فلاکت، بخصوص روستاهای جنوب کشور. اینجا ببینیم که با آهنگی سنگین و متین و جهشی داره ایران میره جلو. سال 57 تا اونجا که ذهنم اجازه میده، درآمد سرانه کشور $2,540 بود، یعنی از ترکیه به مراتب جلوتر، از مکزیک جلوتر، از کره جنوبی جلوتر، از کره، کشورهایی که بعدها جز کشورهایی در حال توسعه قلمداد میشدن. پس بنابراین میتونم بگم که توی فاصله 42 تا 57 یک انقلاب اجتماعی رو ما تجربه کردیم، یک انقلاب صنعتی رو تجربه کردیم. یعنی در این دوره است که صنایع اساسی در کشور ریخته میشه، ذوب‌آهن ریخته میشه، صنایع فولاد ریخته میشه، به اصطلاح آلومینیوم سازی، صنعت مس، صنایع گست، پتروشیمی و اینها چیز میشه. توی این فاصله و جهشی تنها شرکت نفتی جهان سومی که تونست خودش بیاره تو کلاس اولها و تو اون کلوپ بین المللی که هیچ کس را نمیدن، حتی انی رو شرکت ایتالیایی را نمیدن، تونست شاه بتونه تو این مرحله بره. یعنی ما شاید جمله داشت میگفتش که نفت خام فروشی ما را به جایی نمیبره، و درست میگفت. میگفت سود نفت در پمپ بنزین هاست، ما باید اونجا. الان نگاه بکنی اکسون، شل، بریتیش پترولیوم، توتال، اینی، هر کدوم اینا، آرال، هر کدوم نفت رو تا پمپ بنزین اونجا سود هست میبرن. شام همچون برنامه داشت از طریق پالایشگاه های مختلف در سراسر دنیا، در هندوستان مدرس، اتفاقا کارکنانش رئیس پالایشگاهش از خود تهران رفته بود، پالایشگاه تهران،
پارشگاه کره جنوبی، پارشگاه آفریقای جنوبی، پارشگاه دیگر داشت میساخت که شرکت نفت رو جهانی کنه، ناوگان نفتکش خاص خودش رو داشت میساخت، همه اینا که در سود اونجا سهیم بشه. خب پس چرا شبنامه علیه پادشاه چاپ میکردید؟ الان من توضیح بدم. این رو به اعتقاد من از این نظر کاملا جهشی ما میرفتیم جلو. خب. کسی نمیتونه بگه که شاه از لحاظ توسعه اقتصادی جز اولین ها بود تو دنیاست، رشدش معروف هم است. پس بنابراین توسعه سیاسی اقتصادی خوب پیش میرفت. اشکال کار تو توسعه سیاسی بود. اشکال کار تو این شما به اون جنبه از کم بود. این توسعه اقتصادی که درآمد مردم رفته بالا، دیگه جامعه مبتلا به فقر فیزیکی نیست، بیماری ها رو ریشه‌کن کرده. من بیاد دارم تو همون دوران کودکی خودم توی خوزستان که تازه چیز صنعتی هم هست، مدارسش هم انگلیسی بود، بیماری های مثل تراخوم، مالاریا، اینها همه وجود داشت. نه از مدارس ریشه‌کن کرد. تغذیه رایگان نسلی از بچه ها و کودکان سالم رو داشت به وجود می برد. اینا همه سطح ارتقای سطح زندگی مردم هم. مثلا تا سالهای 40 من یادم هست هنوز یخچال به طور عمومی توی خونه های کارگرها راه نیافته بود، به ندرت کارگری بود که یخچال داشته باشه. ولی دهه 50 هیچ کارگری نبود که یخچال نداشته باشه، تلویزیون نداشته باشه، موب نداشته باشه. و این مراحل، پس بنابراین وقتی سوال میکنین، در من در پدیده رو در حرکت میبینم، رو به انکشاف و تکامل میبینم و میره جلو. و اینها همه دستاوردهای این مرحله است. حالا شما ایراد باید از انقلابیون بگیری که آقا شما که به اصطلاح ایراد از شاه میگرفتید که توسعه سیاسی نداد و مخالفت کردید به خاطر همین، باش مگر خود انقلاب توسعه سیاسی رو بود؟ اون توسعه اقتصادی رو نابود کردید، این توسعه سیاسی هم با وجود که نیاوردید. و 4000 توی زندان ایران آقای خمینی دستور اعدام داد، تمام اعضاب رو سرکوب کرد، نفس‌ها رو در سینه بست. این مشکل جامعه ما بود که به اصطلاح این روند رو به درستی ارزیابی نکرد. و این شتاب و سرعت زیاد، من فکر میکنم که شاه شاید یکی از مشکلاتش جنون سرعت بود، یا کلمه مناسبی شاید نباشه این کلمه، ولی میل به اینکه سریع ایران رو به جلو ببره. و این رو تو عمل نشون میداد با درآمدهای. هنوزم آقای رئیسی، من هنوزم نفهمیدم پس چرا شما بیانیه به طور محرمانه مخفیانه چاپ میکردید، چپ نامه چاپ میکردید و منتشر میکرد علیه حکومت؟ شما که اینقدر بس نیست. این سخن سوال درستی است. خب توضیح بدید چرا؟ چراییشو توضیح بدید. من فکر میکنم یه بخشش در رابطه با همین به اصطلاح توسعه سیاسی است. من فکر میکنم اگر جامعه مدنی رشد میکرد، جامعه متکی به اعضاب به اصطلاح با ثبات نبود، جوانها به اصطلاح خودانگیخته و یا با اتکا به آزمون خطا که خودش رو باید آزمون کنه، خطا کنه، فلان کنه تا به یه جایی برسه، نمیره. تربیت سیاسی در جوامع مدل از کجا صورت میگیره؟ تو احزاب صورت میگیره دیگه. یعنی فرد تربیت سیاسی پیدا میکنه از نسل ارشدترش توی احزاب. و به همین دلیلم احزاب پخته سیاسی قانونی و رسمی، ولی واقعا حزب، نه حزبای فرمایشی، طبیعتا عنصر واقع بینی رو در جوانها روش میدن. جوان از همون بد و آغاز حرکتش به جای این که دنبال آرمان خواهی های رادیکال بره، دنبال سیاست میره. سیاسی بودن با انقلابی بودن دو تاست.
خب شما کدومش بودید؟ شما سیاسی بودید یا انقلابی بودید؟ من الان وقتی ارزیابی میکنم در گذشته کاملا انقلابی بودم. انقلابی بود. پس خواهان تغییرات اساسی و ریشه‌ای بودید دیگه. بله، من فکر میکنم حداقل بخش بزرگی از چپ ها در جهت ساختن دنیای خودشون که دنیای سوسیالیست بود گام بر می داشتن و به همین دلیلم الگوشون در اون دوره یا چین شوروی بود که یا چین بود برخی که ماویست بودن و یا الگوهای فرعی تر. خب چقدر خوب شد ما رو به اینجا، برای اینکه شاید قضیه مفهوم تر بشه، ما شیر فهم بشیم، به بنده بفرمایید که از میان چهره‌های نمادین جنبش بین‌المللی چپ در دنیا کدام یک بیشتر برای شما جاذبه داشته؟ کدام یک از شخصیت‌های نمادین در تاریخ کمونیسم کدام بیشتر دوست داشتید؟ به لحاظ به اصطلاح اون احساس رومانتیک یا احساس، من فکر می‌کنم چگوارا رو نسل خیلی تاثیر نمادین داشت. چون با اون رویه‌ای که باید انسان جانش رو فدا کنه برای انسان‌ها، این تنها الگوی یا تنها نه بلکه الگوی شناخته شده بین المللی است که فراتر از مرز جغرافیایی ناسیون و ملت حرکت میکرد. خب خیلی از شبا هستن که اون رو متهم میکنن به ماجراجویی. بس نیست، امروز ما باید فضای دیگه برخواب کنیم. میدونی یکی از چیزهایی که هگل در باب تاریخ میگه و یا فلسفه تاریخ میگه، میگه انسان باید اینقدر فلسفه تاریخ رو فقط و فقط با اندیشه نقاد میشه، فلسفی میشه تاریخ رو فهمید. به خاطر همین ما ایرانی ها حافظه تاریخی نداریم یا بسیار ضعیفه. میدونین چرا؟ چرا؟ برای که هیچ وقت تاریخ خودمون رو با اتکا به فلسفه تاریخ نقادانه بررسی نکردیم. ما مورخ داریم، ما مورخ، ولی تاریخ نویس به اون معنا نداریم که آلمان ها دارن. شما فقط بروید همین به اصطلاح اندیشه هگل رو در باب هخامنشی ها بخونی، شگفت زده میشی. چیزهایی رو بیان میکنه که ما باش بیگانه هستیم. در مورد زرتشت شیفته ایران بوده، شیفته فرهنگ ایران بوده. بله، من نه، اتفاقا این شیفتگیش بر اساس اون فهم عمیقش از فلسفه تاریخه، بنیانگذار فلسفه تاریخه. به همین دلیل توی ما ایرانی ها چون فلسفه کلن بی اهمیت برای ما کم ده. و یکی از مشکلات بزرگ آقا جون از تاریخ معاصر ما این است که دو نوع عقل وجود داره. متوجه هست این دنیای مدر دو نوع عقله، یکی بهش میگن عقل ابزاری، یکی میگن عقل نقاد. یعنی در اروپا اول انقلاب فکری کردن دیگه، انقلاب علمی کردن، کوپرنیکوس، گالیله، کپلر، اوجش نیوتون دیگه. بله. پس انقلاب اول تو فکر میشه. انقلاب فلسفی رو کی شروع میکنه؟ البته پیش درآمدها داره، ولی به نام دکارت شهرت داره. من میاندیشم پس هستم. در کانت اوج پیدا میکنه، در هگل به تکامل میرسه و در نتیجه روح انتقادی، ذهن انتقادی و برخورد انتقادی با هر پدیده، شک کردن، ابهام داشتن، سوال کردن، پرسش کردن با ذهن خودت، حتی این جزء وجود این جامعه میشه. به همین دلیلم وقتی که هگل فی المثل میاد کتابهای مورخین سابق از هرودوت و گزنفون و دیگران رو میخونه، باید نگاه دیگه بهش نگاه میکنه، نه مثل یه مورخی که کنار هم چیده اینا رو الان میکنه. به خاطر همین هم است آقا ما نمیتونیم با هم متحد بشیم، برای که حافظه تاریخی نداریم، برای اینکه نتونستیم با ذهن نقاد تاریخ خودمون رو نقد کنیم. به خاطر هنوزم تو جنگ حیدری نعمتی هستیم، تو جنگ حیدری نعمتی 28 مردادیم، تو جنگای حیدری نعمتی هستیم. 1400 سال هم از تو این مملکت فرهنگ تفرقه هست. چرا؟ تمام دعوای قبل از اسلام اومد تو کشور ما، یعنی فرهنگ تفرقه.
یعنی چی؟ دعوای قدرت بنی امیه و بنی عباس و بنی هاشم تا امروز هم ادامه داره، به صورت سنی کشی و شیعه کشی و امامت و خلافت و اینا هنوز ادامه داره یا نه؟ دعوای حیدری نعمتی، دعواهای بسیار زیاد، 72 فرقه، اینه بهش میگن فرهنگ تفرقه. بنده یا جنابالی بستگی داره به کدوم محیط تربیت بشیم، این تربیت، این فرهنگ روی ذهن ما، روی کاراکتر روان ما، روی شخصیت ما اثر میذاره. خب و همین دلیل هم هست که مثلا فرض کن وقتی که اروپایی‌ها به ما نگاه میکنن، با اینکه خودمون به خودمون نگاه میکنیم زمین تا آسمون فرق میکنن. مثلا بسیاری از این افراد وقتی به تاریخ ساسانیان نگاه میکنن، خیلی از اینا منفی میبینن. درسته که اروپایی وقتی نگاه میکنه تعجب میکنه که این چنین تمدنی وجود داشته اینجا. حالا چرا؟ برای که ما یاد گرفتیم، برای که توجیه حمله عرب رو توجیه کنیم که اسلام آورد برای ما، باید هر چی میتونیم چیکار بکنیم؟ ساسانیان رو فاسد نشون بدیم. و این شیوه تاریخ نگاری نیست آقا. این چیزی که آقای به اصطلاح فرض کن جلال آل احمد میگه که مردم تیسفون، حالا برای توجیه حمله عرب، مردم تیسفون با نون و خرما از سپاهیان اسلام دفاع. کجا؟ اینا از کجا درآوردی؟ این مطالب بسیار من درآوردی از کجا درآوردی؟ امروز تو تاریخ امروز قرن 19 و 20 به اصطلاح انگلیسی ها به خاطر که آفریقا را بگیرن، که مردمانی که هنوز با به اصطلاح چی میگن برگ درخت خودشون رو میپوشاندن، در مقابل اینا تا پای جان مقاومت کردن با تیر و کمان. هیچ کس نمیاد سرزمینش و آداب رسومش هر چیزی همینطور تحویل بده. هیچ کس. به خاطر همین انگلیسی ها رفتن مسلسل اختراع کردن که بتونن اینا رو دروغ کنن پشت درخت ها. یا اروپایی ها که رفتن آمریکا رولور اختراع کردن برای چی؟ برای که سرخپوستا رو تطع بزنن، برای که سرزمینش، فرهنگش، آدابش، رسومش، توتمش، اسطوره‌هاش، همه وجودش، هویتشه. حالا تاریخ نگار ما وقتی می‌نویسه چی؟ آره عرب ها اومدن خوشبختی برای ما آوردن. کجا آقا خوشبختی آوردن؟ فقط یک موج اول 36,000 نفر خالد ابن ولید این سیف الاسلام از ایرانی برده گرفت و برد تو بازارهای برده فروش ها فروخ، این آزادی آورد برای تو آقای رئیس. چرا میخوام بگم همین نگاه کور رو که ما به ساسانیان داریم، مگر همینجا اصطلاح نیاوردم من برای اولین باری، پهلوی ستیزی کور. پهلوی ستیزی کور هم یکی از این نگاه بد ما به تاریخه. واقع بین نیست، نقاد نیست. بنده میام میتونم الان ساعت ها در مورد جنبه های منفی رژیم پهلوی صحبت بکنم، تمام اون بخش سیاهشو نشون بدم، یا میتونم بخش سفیدشو نشون بدم. انسانی که میخواد به تاریخ نگاه کنه هم باید بخش سیاه و هم بخش سفید ببینه تا بتونه با این واقعیت ها. خب کدومه تو این که وقتی هر دو رو سیاه و سفید تو دو کفه ترازو قرار میدید کدام یک سنگین تره؟ ما الان وقتی که با این وضعیتی که الان گرفتار شدیم که به وجود اومده، آیه مهبودی بله توی انقلاب یه شعاری میدادن، دیو که بیرون رود فرشته درآید، از این شعارهای که بسیار احساساتیه. من فکر میکنم یه جمله شنیده بودم که میگن از رادیو بی سی گفتن که انقلاب بهمن انقلاب جهالت بر علیه ظلم بوده، جهل بر ظلم پیروز شده. باید اضافه هم کنیم که احساسات و تعصب، یعنی عنصر عقلانیت در این حرکت بسیار ضعیف بوده، یعنی بخش های مختلف در ایجاد این بیعقلی هم من فکر میکنم خیلی از همین روشنفکران نقش داشتن. نقش داشت. بالاخره نگفتید کدومی سنگین تر آقای رئیسی؟ بله. بخش سفید و سیاه رو میذارید تو دوتا کفه ترازو، شاهین چی نشون بله. میده کدومی سنگین تر بوده؟ من فهم میکنم الان باید گفتش که فرشته که بیرون رود دیو در آید. البته چرا دوست نداری جواب مستقیم بدی؟ بارو کردن آقای عزیز، چرا دوست نداری جواب مستقیم بدی؟ چرا؟ چرا دوست نداری جواب مستقیم بدی به این پرسش؟ خیلی ساده است. آره یا نه کدومش؟ من گفتم توی بخش یعنی مدرنیته رو آوردم خلاصه کردم در دو نوع عقل. بله فرمودید پیشرفت اروپا در چی بود؟ من میگفتم پیروزی عقل بر ایمان. این
انباشت علم و دانش و خرد و فلسفه بود که اروپا و غرب رو اینجوری کرد. یه مطلبی میخوندم میگفتن که فلسفه چیز تمدن یونانی تمدن فلسفه است، تمدن اسلامی تمدن فقه، تمدن اروپا تمدن علم و تکنیک. علم به تنهایی نمیتونه، علم وقتی که رفت تکنیک شد قدرت میشه، قدرت که میبینی. این دو تا عقل میخواد. عقل حتی تو هر جا، عقل نقاد یعنی عقل ملت ساز، عقل فرهنگ ساز، عقل فیلسوف ساز، اینا محو بشه، ضعیف بشه، خطرناک شده. تشکر میکنه، تشکر. با آقای رئیسی بودیم، همینم خواهش کنم بحث رو دنبال بکنید. آقای رئیسی، آقای رئیسی داره. به همین دلیل من اگر بخوام براش ارتباط قطع شد. بس کنید مجددن، یه لحظه هم تصویرشون رفت و اومد، بزنم به تخته دوباره برگرد، ولی باز بس که قطع شد. الان دو مجددن آقای رئیسی رو میگیرن. بس جالبیست، دنبال میکنیم گفتگو با آقای رئیسی رو. یادم باشه سوال بکنم که چقدر درآمد داشتن، یعنی کارگر صنعتی درآمدش چقدر بوده در اون زمان، و سالهای دیگری که من تصور میکنم خیلی کمک میکنه به شناخت روان و روحی یک جامعه در دوران قبل از انقلاب. ارتباط برقرار شد؟ نشد؟ سعی کنید بگیرید، خداحافظی بکنید با، اگه نشد دیگه کاری نمیشه کرد. بسیار خوب، این گفتگو رو همگرانم هم دنبال میکنیم. یه سال دیگه هم داشتم از رئیسی در پایان بپرسم، اگر برگردیم به همون روزهای قبل از انقلاب، یعنی برگردیم مثلا به ماه بهمن، دو تظاهرات برگزار شده، یکی به نفع رژیم گذشته، یکی به سود انقلابی که در راهه، میخوام ببینم که اگر رئیسی اونجا بود کدام صف رو انتخاب میکرد، صف انقلاب رو یا صف ضد انقلاب رو. خب ارتباط خوشبختانه دوباره برقرار شد. آقای رئیسی، بله، درود مجدد به شما. خب درود. یه سوالی که الان با هموطنان در میان گذاشتم، اگه برگردیم دوران قبل از انقلاب، الان یه تظاهرات علیه انقلاب برگزار داره میشه، یه تظاهرات به سود انقلابی که در راهه، کدام صف رو انتخاب میکنی؟ آخه باید اول انقلاب آقای مهبودی تعریف کنه. اگر منظورتون رویدادهای 57 اگر منظورتون رویدادهای 57 به اصطلاح داره چنین اتفاقی میفته، بنده بر اساس این دانش، تجربه و رویدادهایی که صورت گرفته به هیچ وجه حاضر نیستم کشور به یه همچون سمت و سوی بره. پس به صفحه انقلاب انتخاب نمیم. برای اینکه انقلاب بهمن تنها انقلابیست، اگر نامش انقلاب بذاریم، که با ایدئولوژی مدرن اصلا صورت نگرفته، چون ایدئولوژی مدرن حداقل در شکل شناخته شده است دو نوع است، یکی سوسیالیسم، یکی لیبرالیسم. قاینا باید بذاری جلسه دیگه، باید خدافظی کنیم چون وقت ما تمام شد. به من وقت ما تمام شد، بازگشت به قرون وسطا است. وقت ما تمام شد، باید بگذاریم گفتگو رو دنبال میکنیم. گفتگو جالبی است آقای هشام رئیسی. آقای رئیسی خیلی سپاسگزارم از محبت و برحمت شما. زنده باشید، پیروز باشید. امیدوارم که در صد برای نسل امروز مفید واقع بشه، چرا که میگن که هر نسلی وظیفه خودش هست که تاریخ رو دوباره بازنگری کنه. دقیقا. هر نسلی این گوشی امروز هم نسل جوان ایران باید خودش با ذهن خودش با خلاقیت خودش به تاریخ نگاه کنه، نه اون چیزهایی که اینا آن گفتن و یا نوشتن. کاملا درست. بهترین کار هست که باید صورت بگیره. در صورت سپاسگزارم از شما. ممنونم. این گوشی شما به اهتزاز در آمده، برافراشته شده. ممنونم، خداحافظ.